شورای اسلامی نیو ساوت ویلز در کشور استرالیا پروژه درهای باز مساجد را 24 سپتامبر 2022 در مسجد دارالایمان در وول کریک برگزار کرد. این رویداد فرصتی را برای این مسجد فراهم کرد تا درهای خود را برای یک روز کامل به روی مسلمانان و غیر مسلمانان باز کند. یک خانم پژوهشگر اهل کشور سودان برای اولین بار در زندگی خود به شهر مقدس کربلا مشرف شد. خانم دکتر عواطف عبدالله پژوهشگر سودانی برای اولین بار به شهر مقدس کربلا سفر کرد و در سمیناری علمی درباره موضوع کار داوطلبانه در اربعین صحبت کرد. خانم عبدالله گفت که موضوع من درباره محور کار داوطلبانه و نقش آن در ساختن جامعه بود. وزارت منابع آب عراق خشکسالی 2022 میلادی را بدترین خشکسالی عراق خواند و پیش بینی کرد که این وضعیت سال آتی هم ادامه خواهد داشت. اون زیاد مشاور وزارت منابع آب عراق گفت ما پیشتر هم نسبت به سطح خطر کنونی هشدار دادیم، زیرا خشکسالی و کاهش بارش هایی که عراق در سال جاری با آن روبرو بوده است از زمان ثبت اطلاعات هیدرولوژی از سال 1930 میلادی بی سابقه است. خبرگزاری الجزیره در گزارشی درباره گرمتر شدن هوای چین در تابستان امسال و پیامدهای این روند نوشته که انتظار می‌رود بالا رفتن دمای هوا باعث افزایش قابل توجه مصرف انرژی شده و بحران انرژی را در این کشور در سالهای آینده بیشتر کند. این گزارش افزود موجهای گرما و خشکسالی در چین در بحبوحه روند جهانی تغییرات اقلیمی چالش‌های پیش روی دومین اقتصاد بزرگ جهان برای تأمین انرژی مورد نیازش در سالهای آینده را بیشتر و برجسته‌تر کرده است. ارتش سومالی اعلام کرد طی عملیات امنیتی یگانهای نیروهای ویژه در شهرک بوئو واقع در منطقه هیران در مرکز این کشور، سه تن از سرکرده‌های سنی‌های تندروی گروه الشباب که یکی از آنها خارجی است کشته شدند. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گروه دست جمعی در منطقه سپین بلدک قندهار خبر می‌دهند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. در پی اعلام این خبر، گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات کامل در این باره شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید مهم این است که بقایای این اجساد آسیب بیشتری نبینند تا معاینات پزشکی قانونی به درستی انجام شود. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در واکنش به سخنان عباس استانکزی معین وزارت خارجه این گروه گفته است که آموزش یک امر مباح است و نباید وقت را با مباهات ضایع کرد. استانکزی در نشستی در کابل گفته بود که آموزش واجب است و هیچ کس دلیل شرعی برای جلوگیری از رفتن دختران به مکتب را ندارد. صدرنشینی عراقی‌ها که در آمار مسافران ایران نزدیک به یک ده است ادامه دارد. فقط در سال 1399 که جهان درگیر همگیری کرونا شده و مرزها اغلب بسته و پروازها معلق بود، تحت تأثیر قرار گرفت. بر این اساس از ابتدای سال 1401 تا پایان تیر ماه که حدود 1 میلیون نفر به ایران سفر کرده اند، به ترتیب عراق، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان بیشترین تعداد مسافر را در ایران داشتند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد هند امروز چهارشنبه حزب اسلامی جبهه مردمی هند PFI و شعبات آن را غیرقانونی اعلام کرد و این حزب را به دست داشتن در اقدامهای تروریستی متهم کرده و فعالیت آن را به مدت 5 سال ممنوع کرد. هند ماه گذشته نیز بیش از 100 عضو این گروه را بازداشت کرده بود. شاخه دانشجویی PFI این اقدام دولت هند را سیاسی و غیرقانونی خواند.